رضا اکوانیان نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل به ما پیوستند خوش آمدید آقای اکوانیان در پرونده کشته شدن میر موسوی تا حالا خود حکومت تایید کرده که بر اثر شکنجه بوده این مسئله رو چطور شدید؟ بله دقیقا موضوع کشته شدن معاید موسوی خب در واقع بعد از شکنجه تو بازداشتگاه از چند جنبه های زمیت هستش اولین که خب خودشون همونطور گفتید خلاف و همیشه تایید کردن که در کشته شده اون هم بر اثر شکنجه رو تایید کردن و تا الان نشون میده که یک فشاری پشت این ماجرا بوده و اونقدر جنایتی که مرتکب شدن عیان بوده که نتونستن به هیچ شکلی انکارش بکنند. بکنن ولی خب توی همه این سالها ما دیدیم که پرونده اغلب مرگ های مشکول که زندانیا ها تو موارد دیگه خب جای خاصی نرسیده یا جای شاکی و متهم رو عملا عوض کردن. مسئله دوم هم اینه که توی پرونده هایی که یک طرفش مامورای جمهوری اسلامی باشن و یک طرفش مردم حالا که یک طرف در واقع مامور اومده و آدمی رو کشته میگن هیجان ناشی از استکاک بوده میگن که خشمش رو کنترل بکنه ولی وقتی که معترضای کف خیابون متهم میشن به قتل تو زمان اعتراضات میان اتهام بقی و مهاربه و افساد فعل عرض بهشون نسبت میدن و به سرعت میکشنشون بالای دار مسئله سومش هم اینه که باید منتظر ببینیم. ببینیم سرانجام این ماجرا به کجا میرسه چون الان که توی توجه در واقع رسانه ها و مردم و تمرکزشون روی این جنایت جمهوری اسلامی هستش طبعا اونها ناچارند جوری جبر رو نشون بدن که انگار دارن برخورد میکنن ولی باید در نظر گرفت که رسیدگی عادلانه همونجوری هم که الان میلاد گفته بود ضروریه ولی کافی نیست باید کاری کرد ریشه این خشونت امنیتی پلیسی حکومت علیه مردم خشکونده بشه اما به گمان من تا جمهوری اسلامی توی ایران داره حکومت میکنه این مسئله فقط یک خیال میتونه باشه و طبعا توی این شرایط باز هم ما ممکنه به زودی شاید یه جنایت دیگری باشیم که جمهوری اسلامی رقم بزنه و ممکنه یقه یکی دیگه یکی دیگه از مردم رو در واقع بگیرن و زیر شکنجه بکشنش آیا چنین مواردی در سالهای پیش از این هم سابقه داشته اون پرونده ها به کجا رسید بله خب همین امروز یک گزارشی در واقع توی اینترنشنال منتشر شد ده ها مورد از قطعه مشابه اومده توی اون نکته مشترکشون اینه که سرانجام خاصی اونها نداشتن مامورای جمهوری اسلامی در نهایت اگر بابت اونها محاکمه شدن درست ولی مجازات نشدن عملا یعنی آزاد میگردن همچنان ما برگردیم از دهه شست نگاه بکنیم این موارد بوده از متهمهای سیاسی و جرم عمومی تا برسیم به همین الان توی بازداشتگاه خورب توی در واقع امنیتی و بازداشتگاه جرم عمومی دارن نگهداری میشن و بازی مسائل تکرار میشه از قربانیان شکنجه تو بازداشتگاه آگاهی تهران گرفته تا شهرستان تا بازداشتگاه وزارت اطلاعات و سپاه ما بیاد بیاریم مثلا اسفار من بخوام بگم زهرا کاظمی رو ستار بهشتی سینا سارو وحید کیانوش کاوس سید امامی که خب خیلی هم میشناسنش محسن رول امینی محمد کامرانی امیر جوادی فر تا محسا امینی و بچه خب بعد خیزش بازداشت شدند و عین شکنجه کشته شدند. زندانیان جرائم عمومی هم البته هستن اونا خب به خصوص توی بازداشتگاه آگاهی تهران و شهرستان ها های وحشتناکی میشن اونا ولی خب بددامترین بازداشتگاهی که ما تو ایران داریم همین بازداشتگاه آگاهی شاپور هستش که بهش میگن سیاه چال زندانیان جایی که زندانیان بیشماری توش کشته شدن و عملا آماری از تعداد اونها وجود نداره تعداد کمی از اونها صداشون به جای رسیدنی یعنی رسانه ها تونستن اونها رو پیدا بکنن و منتشر بکنن اونجا خب جاییه که انواع شکنجه ها رو اعمال میکنن بر بازداشت شدگان به قول خودشون میگن هر کی بره اونجا بلایی سرش میاد که به کارهایی نکردش هم اعتراف میکنه جایی که خودش مادر اعدام های زندانیان جرایم عمومی مثل حالا اتهام قتل یا اتهام مواد مخدر و با همین شکنجه ها در واقع از مردم اعتراف کشیدن و اعتراف گرفتن و کشیدنشون بالایی دار و متاسفانه خب صداشون رو هم کسی نشنیده شکایت های این افراد و خانواده هم خب اساسا به جایی نرسیده چون حکومت همیشه سعی کرده سمت مأمورای ظالم خودش بیسته نه سمت مردمی که حقوقشون در واقع نقض شده رضا اکوانیان روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما متشکرم